الفبای آلمانی. خب خواهش میکنم دوستان دنبال کنید الفبا رو به صورتی که براتون خونده میشه و سعی کنید که بعد از بنده حتما شما هم تکرار کنید. آ بی سی. دوستان حرف سی در انگلیسی رو آلمانی ها سی تلفظ میکنن، مثل اینه که ت و س رو به دنبال هم تلفظ کنید. ت و س، سی دی ای اف گ ها ای یوت. حرف جی رو یوت میخونن دوستان، یوت کا ال ام ان او پی کو ار یا ار، ار یا ار هر دو درسته. این حرف آر در انگلیسی رو به صورت ر یا غ تلفظ میکنن، هر دو تلفظ هم درسته و ما اینجا برای سادگی به صورت ر تلفظ میکنیم دوستان. ار یا اغ. اس تی او فاو و ایکس اپسیلون زد. حرف زد رو هم دوستان به صورت زد تلفظ میکنن، یعنی دقیقا باز به صورت ت و س. ت و س رو به دنبال هم تکرار بفرمایید. س س حرف زد میشه زد ست. پس حرف سی سی و حرف زد ست سی ست. اما سه تا حرف در زبان آلمانی هست دوستان که دو نقطه در بالاشون قرار میگیره، شامل آ او و او. خب این دو نقطه رو در زبان آلمانی دوستان همونطور که مشاهده میفرمایید اوملاوت میگن. اوملاوت همون دو نقطه است و آی که دو نقطه داره بهش میگن اوملاوت، اوی که دو نقطه داره اوملاوت و اوی دارای دو نقطه رو میگن او اوملاوت. به این صورت. و حرف دیگر زبان آلمانی که شبیه بتای یونانی هست دوپل اس یا استت گفته میشه. دوپل اس یعنی همون دابل اس. این در واقع این حرف مادر دابل اس هست، البته به این معنی نیست که همیشه میشه مثلا به جای حرف دوپل اس دو تا اس گذاشت، ولی بعضی جاها هم امکان پذیر هست. خب پس دوپل اس یا استت که همیشه به صورت اس تلفظ میشه، همیشه به صورت در واقع سه تلفظ میشه. خب اما یک سری قوانین وجود داره برای تلفظ، خواهش میکنم اینا رو دقت بفرمایید. همین ها همین قوادی که الان عرض میکنم خدمتتون رو اگر انشالله یاد بگیرید دیگه در تلفظ هیچ کلمه در زبان آلمانی مطمئن باشید که به مشکل نمیخورید. زبان آلمانی دوستان مثل مثلا انگلیسی نیست که حروف به صورت‌های مختلف تلفظ میشن و واقعا یه قانون ثابتی ندارن برای تلفظ. برعکس در زبان آلمانی دقیقاً اون چه که نوشته میشه خونده میشه، فقط یه سری قوانین هست. خواهش میکنم اینا رو توجه کنید. حرف در واقع ترکیب حروف سی ها یا همون سی اچ، حالا بخوایم ساده بگیم سی اچ، خب در زبان چون میخوایم عادت کنیم کم کم حروف رو آلمانی تلفظ کنیم، سی ها